اهالی قبرس یک روز پیش از باز شدن بانک‌ها روز نامطمئن دیگری را آغاز کردند. این در حالی است که سه بانک مهم قبرس که دیروز در آتن باز شدند، در ساعات اولیه با صف طویلی روبرو بودند. دولت قبرس خود را برای هجوم مردم به گیشه‌ها در هنگام بازگشایی بانک‌ها آماده می‌کند. این زن خانه‌دار قبرسی می‌گوید مردم افسرده هستند، هیچ کس نمی‌داند فردا چه می‌شود. اوضاع دراماتیک است. آنتونیو یکی از ساکنان محلی است. میگوید نمیتوانیم جابجا بشویم. مردم پول ندارند که جایی بروند. هراسان هستند. عدم اطمینان وجود دارد. نمیدانند بانک ها فردا باز میشوند یا نه. این نگرانی به خصوص برای کسانی است که بیش از 100 هزار یورو سپرده بانکی دارند. به ویژه اگر این مبلغ ذخیره یک زندگی باشد. یک شهروند سابق انگلستان ساکن قبرس میگوید فکر میکنم واقعا نباید به پول من دست بزنند. دومی میگوید نمیدانم چطور میتوانند این کار را بکنند. با این حال چه میتوانیم بکنیم؟ ای کاش هرگز به اینجا نمیامدیم. و در این کافه که یک محل تجمع مردمی است، صاحب کافه در مورد برخورد روزمرهش با مردم چنین میگوید: عده زیادی هستند که با داستان‌های خیلی غم‌انگیزی به اینجا می‌آیند. این نگران کننده و وحشتناک است که دیگر بانک‌ها، این تشکیلات رسمی که سال‌ها به آنها اعتماد کرده‌ایم، قابل اعتماد نباشند. قبرس، بهشت مالیاتی که با اطمینان بانکی خود سرمایه‌های زیادی را جلب می‌کرد، امروز حالتی برزخی پیدا کرده و این جزیره آرام دیگر محل امنی نیست.